را هم خودش درک کند، برای اونها بگوید این مشکل هست و این ریشه مشکل، این علل مشکل و این هم راه حلش. ما اقدام کردیم، شما برای ما کمک کنید. اگر در مسائل اقتصادی هست ما هم کمک میکنیم، از مؤسسات هم باید کمک گرفته شود، لذا باید شورای را ما داشته باشیم. در زمینه های مختلف، فرهنگ، اجتماع، سیاست، مسائل سیاسی ما مطرح نمی کنیم اینجا. هر شرایط ما مردم هزاره را برای مردم بیان کند، برای این مردم روشنی بدهد و آگاهی بدهد، این وظیفه کمیته سیاسی ماست که باید در مقابل این مردم مسئولیت احساس کند و وظیفه سنگین کمیته سیاسی را باید با خوبی به پیش ببرد. او یعنی کمیته سیاسی وظیفه روشنی بخشی، آگاهی دادن را به این مردم دارد. وظیفه این را دارد که این مردم را به خط راست و به خط که به نفع این مردم هست هدایت کند. مهار سرنوشت این مردم به دست همون طاقت هست. مهار سرنوشت این مردم بعد از این به دست کمیته سیاسی این مردم قرار میشه. من این را نمسا یک پتای دیرا کنه بودیم. این وظیفه کمیته سیاسی است. کمیته فرهنگی، ببینید ما در زمینه فرهنگ مشکلات کمتر از کمیته سیاسی نداریم. یک ماه و چندی است که از آغاز سال تحصیلی در افغانستان می گذرد. هنوز ما معلم نداریم، هنوز ما کتاب نداریم، هنوز مکتب ما شروع نشده است. چرا؟ تقصیر از کی؟ وظیفه این که بعد از یک ماه هنوز مکتب ما شروع نشده است به دست کیست که باید گریه این مشکل فرهنگی ما را باز کند؟ اگر ما شورا نداشته باشیم، اگر ما نمایندگان مسئول که درد این مردم، درد این نونهادا، این محصلی، این کسان را که با امید این که ما فردای روشن با آینده خوب داشته باشیم با امیدی که درد انسان را درد کند و احساس مسئولیت کند برای فرزندان خود که خواستار آینده روشن هست زحمت بکشد. چرا ما به این روز افتادیم که یک ماه می‌گذرد هنوز ما معلم نداریم؟ این وظیفه مردان شورای محل و به خصوص کمیته فرهنگی است که باید بنشیند روی مسائل فرهنگی جامعه بحث کند، راه کند، تحقیق کند از کجا و از کجا پیدا شدن، بر کدام زمینه و شرایط این روز کردن و راه حل اینها و این موانع چیست و این مردم توانند و فرهنگی به خصوص این که مکتب ما که اگر به این روز فلاکت بار رسیده است، اگر مکتب ما به این بحران سردوچار هست و مواجه شده است، فقط به خاطر این هست که در کار مکتب تمام مردم چون خود را دخیل می داند، تمام مردم
خود را مسئول میداند، لذا در تمام زمینه ها تمام مردم تک تک دخالت میکند. وظیفه فرهنگی اینها منافع مردم و مصلحت هایی که مردم میبیند متضاد هست. اون زمان دوچار تضاد در مسائل فرهنگی میشود. اون زمان است که مکتب با بحران متوجه میشود، با بحران سر و دوچار میشود. من پیشنهادم این است که برای مکتب به خصوص یک سر معلم برای مدت معینه 3 سال، 4 سال یا 5 سال یک معلم گرفته شود. تمام اختیارات مکتب از کارهای تربیتی، فرهنگی، اقتصادی که اون در نظر دارد، مدیریت مکتب، کارهایی که به دولت انتخاب میکنیم، تمام اختیارات را به اون میدهیم با مدت 4 سال یا 3 سال یا 5 سال، هرچند که نمایندگان شورای محل مصلحت ببیند، اون وقت اختیارات تمام به اون میدهیم. مدیریت باقی میتواند کارهای مکتب را به پیش ببرد و خوب هم به پیش ببرد. امروزه که ما تمام مردم خود را مسئول میدانیم، یک سر معلم نداریم، اون وقت است که ما بعد از نوروز تازه 1 ماه 2 ماه جلسات پی هم مستقیم تشکیل میدیم. مردم احساس کند که شما نماینده واقعی این مردم هستید. برای اینکه مردم فرامین دستورات شما را خوب اجرا کند، برای اینکه مردم از شما راضی باشند، برای اینکه این مردم در کارهای شما احساس مشارکت کند که ما هم هستیم، این است که هر نماینده از هر منطقه باید درباره هر موضوع پیشنهاد بدهد، اول با مردم باید هر نماینده شریکه، ستاره داره در آسمان شریکه. بیا که قوی کنی جنگ منی خو که در نام شاه مردو شریکه. بخیر آباد ازی دنپور میگردی، در تخت ششته بله آور میگردی. در میدان خدا راستی برارو، دو سر شمشیر یک دسته شدیم. و بلند کنی ده دست خو نام آزره، مختر قوی کنی از بام آزره. انشالله که از صحبتهای آقای نظری و پیشنهادات شما استفاده ها بردیم. ما از بخش سیاسی شورای محلی پاتو ولو آترمایش بیا باشه، خواهش منم که در جایگاه باید و برای مردم کارهایی که در اینجا مد نظر داره در اون باره روشنی بندازنه. آقای مزفری می آید، مزفری می آید، قدس می آید، تا تصفاریش صلوات بگیم. مزفری محترم یکی از نماینده های برجسته بخش سیاسی شورای محلی هستن و گوش کن که بخش انتخاباتی چیز گفت داره و نمیدونم بخش سنترهای انتخاباتی چیز گفت داره.